تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن، این پاسخن خالق، معاده آسمانی، آیه با آیه با تفسیری ساده روان فشرده آشنا میشیم. رسیدیم به جزء 12 سوره هود آیه 54. بشنوید که حضرت هود به مردم گفت بیایید راه خدا رو بگیرید، از سنگ و چوب و بت دست بردارید، خدا به شما لطف میکنه، اقتصادتون خوب میشه، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارون براتون میفرسته، یزدکم قوتن الی قوتکم، توانتون بیشتر میشه، ایمان بیارید از الطاف خدا بهره‌مند میشید. اینا گفتن که ما دست بردار نیستیم. ادامه حرف افراد کافره، آیه 54 رو بشنوید. این نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون. اینا میگفتن، مشرکین به حضرت هود میگفتن که این نقول الا اعتراک، ما حرفی نداریم جز این که میگیم که اعتراک بعض آلهتنا. کلمه اعتراک یعنی اعتراض و اصابت. بعض آلهتنا یعنی بعضی از این خدایان ما اعتراک به سوء، یعنی تو رو گرفتار، یعنی تو خلاصه بت‌های ما کاری کردن که تو به هر حال وضعیت به هم ریخته، یعنی نفرین بوتا گرفتستش. یعنی به حضرت هود، به پیغمبر معصوم انسان میگفتن این سنگ و چوب بلا به جون دوارده، تو منحرف شدی، حرفای بی ربطی میزنی، نعوذ بالله. اینم به خاطری که بعضی از خدایان ما، یعنی بعضی از بوتا خلاصه به تو یه چیزی رو اصابت کرده، به سوء اعتراک بعض آلهتنا به سوء. یکی میگه بعض آلهتنا، چون نا معتقدن هر بوتی یه خاصیتی داره، ولی زنه میگفتن مشکلات مال همه بوت هست، میگه بعض آلهتنا، بعض از خداها کار خودشو که خلاصه به قول ما میگیم اکویر گرفتش. تو علت که حرفا رو میزنی خلاصه توهین کردی، این بوت ها از تو انتقام میکشن. خوب حضرت هود گفت که اشهد الله، من خدا رو شاهد میگیرم، و اشهد و شما هم شاهد بشید، انی بری ام ما تشرکون، من هود، من حضرت هود از اون چه شما به عنوان شرک میپذیرید متنفرم. آیه 55 هم ببینید. من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. من بری هستم از اون چه شما شرک می‌ورزید، من دونه یعنی غیر خدا، سراغ هر چی میرید من بیزارم، مرگ بر هر چی که شریک خدا قرار میدید، از سنگ و چوب و بت و مجسمه و اینا. فکیدون، فکیدون یعنی همگی علیه ما توطئه کنید، کید، نقشه، هر طرحی دارید علیه ما بزنید. فکیدون جمیعا، بتی جمع بشید، بتی چی؟ هر چی مغز و فکر و تر دارید علیه ما پیاده کنی. سملاتون زرون، اصلا به منم مهلت ندید. این آیه نظیر آیه یه که حضرت نوح به مردم میگفت، میگفت اجمعو امرکم، شما تمام هر چی در توان دارید جمع کنید، یعنی بسیچید. و شرکاکم، شما خودتون شریکاتون هر چی میتونید بسیچید که چیزی فروگذار نکنید، تو مغزو درباره ما قضاوت کنید، ولا تنظرون، به منم مهلت بده. یعنی خلاصه سینه سپر گلوله، بسم الله بزن تو گلوله سینه من. شما میگید بوتها به من مشکلی، یعنی بوتها من ضرر رسوندن، سنگ و چوب چه میتونه به من بکنه؟ بوتها که جمادن، خود شما انسان ها بسیچید، همه تون هیچ مهلت هم به من ندید، هر کاری دلتون میخواد بکنید بکنید.
این که اعلام در برابر خرافات، این رقم آدم باید قاطعانه وایسه و مبارزه طلبی کنه. دلیل بر حقانیت میگه فکیدون کید و نقشه، هر نقشه داره بده بر من، من از هیچ قدرتی نمیترسم، بت‌ها هیچ قدرتی ندارن. شما بت‌پرستا به من میگید منهود گرفتار مشکل شدن، بت‌ها به من مشکل رسوندن، سنگ و چوب جماده چه میتونه مشکل برسونه؟ خدا خلاصه این که این حرف بت‌پرستا که میگفتن ای هود ای پیغمبر بت‌ها به تو ضرر رسوندن، فرمود بت‌ها که چی، خودتونم جمع شید، همتونم بسیچید، هرچی هم طرح و نقشه دارید به کار ببرید هیچ غلطی نمتونید بکنید. خب آیه 54 و 55 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.